با مهمترین خبرهای این ساعت از کانال زنگوله خوش آمدید. حزب جمعیت اسلامی میگوید گزارش هماهنگ کننده ویژه سازمان ملل با واقعیت‌های افغانستان منطبق نیست. حزب جمعیت اسلامی افغانستان با رهبری صلاح الدین ربانی در آستانه نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد افغانستان از پیشنهادات گزارش هماهنگ کننده ویژه این سازمان در مورد آینده کشور انتقاد کرده و گفته است که این گزارش با واقعیت‌ها سازگار نیست. بر اساس اعلامیه که حزب جمعیت امروز منتشر کرده، قرار است در نشست شورای امنیت در مورد وضعیت افغانستان علاوه بر گزارش دوره‌ای یونما، گزارش ارزیابی مستقل از اوضاع افغانستان نیز بررسی شود. این گزارش را فریدون سنرلی اوغلو، هماهنگ کننده ویژه سازمان ملل متحد در امور افغانستان، بر اساس مفاد قطعنامه 2679 شورای امنیت سازمان ملل متحد که در ماه مارچ سال جاری میلادی منتشر شد، تهیه کرده است. حزب جمعیت اسلامی افغانستان در اعلامیه خود گفته است که هرچند این گزارش در مشوره با شماری از طرفهای داخلی و بین المللی دخیل در مسئله افغانستان تهیه شده، اما محتوای آن در هماهنگی با سیاستهای برخی از قدرتهای جهانی است و نظریات طیف وسیع از احزاب و جریانهای سیاسی و مدنی افغانستان را منعکس نمی کند. در یک خبر دیگر گفته شده است که یک پسر جوان در تخار به خاطر ارتباط با یک دختر به قتل رسیده است. پلیس طالبان در تخار میگوید که یک پسر جوان به خاطر ارتباط با یک دختر جوان توسط برادر این دختر به قتل رسیده است. مبین صافی، سخنگوی فرماندهی امنیه طالبان در تخار میگوید که مقتول عبدالمبین نام داشت و حوالی ساعت 12 شب گذشته در روستای پیش با تور شهر طالقان توسط تفنگ چرایی کشته شده است. با گفته آقای صافی، دو مرد در پیوند به این قتل بازداشت و آنان برادران دختری هستند که با مقتول در ارتباط بوده است. سخنگوی پلیس طالبان گفته است که این دو مرد عبدالمبین را به اتهام ارتباط نامشروع با خواهرشان به قتل رساندند. گفته می شود که عبدالمبین 22 سال سن داشت و مجرد بود. دختری که با این پسر در ارتباط بوده نیز مجرد بوده است.